این داستان داستان مرد مستی است که به زور وارد مسجد شد و مردم اون رو بیرون کردند. اما اتفاقی که افتاد انتظار هیچ کس نبود. قبل از تماشای این ویدیو چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با چنل آمازون تیوی همراه باشید. این جوان به اخلاق بدش معروف بود. روزانه مشروب می‌خورد و در مکان‌های ممنوعه تا دیر وقت بیدار می‌موند و مردم از اون می‌ترسیدند. وقتی این جوان به جایی می‌رفت، مردم به خاطر اخلاق بدش از او دور می‌شدند. وقتی در خیابان راه می‌رفت، چاقو با خود می‌برد و مردم از او می‌ترسیدند و فرار می‌کردند. روزی این جوان طبق عادت به کلوب شبانه رفت و مشروب خورد و به زنان برهنه نگاه کرد و کارهای حرام انجام داد و از خدمتکار خواست که یک بطری شراب برای او بیاورد. آن جوان هم شراب را نوشید و کمی احساس خستگی کرد. در یک گوشه نشست و در ناحیه سینه و دل خود احساس درد شدیدی را تحمل می‌کرد. پس رو به خدای متعال کرد و گفت: پروردگارا مرا شفا ده، پروردگارا مرا حمایت کن. دلش را چنگ زد و این اولین بار بود که به خدای متعال پناه برد و به درگاه او متوسل شد. مرد جوان به خانه رفت و تلویزیون را روشن کرد و پیرمردی را دید که درباره نماز صحبت می کرد. شیخ می گفت هر که نماز را برپا دارد دین را برپا می دارد و هر که آن را خراب کند دین را از بین می‌برد. و شیخ گفت ترک کننده نماز کافر است، پس نماز ارتباط بنده و پروردگارش است. و شیخ مدام از نماز صحبت می‌کرد. پس جوان مست یک لحظه به فکر فرو رفت و با خود گفت این شیخ انگاری که برای من صحبت می‌کند و قصد دارد من را هدایت کند. مرد جوان بدون اینکه بفهمد و در حالی که مست بود به خواب رفت. پس مرد جوان وقتی که از خواب بیدار شد شروع به جستجو کرد که چگونه نماز بخواند، چگونه آن را به جای بیاورد، در آن چه بگوید و برای آن باید چه کارهایی انجام دهد. شب به یک کلوپ شبانه رفت و از خادم خواست که یک بطری شراب بیاورد و این بار شراب زیادی نوشید تا اینکه همه متوجه این موضوع شدند. از او پرسیدند که چه کار میکنی و چرا این مقدار مشروبات الکلی میخوری؟ او به آنها گفت مرا رها کنید، بگذارید همه چیز را فراموش کنم. از کلوب بیرون آمد و در حالی که در راه بود مسجدی یافت. خواست وارد آن شود ولی آن را بسته دید و پیرمردی را پیش روی خود یافت. علت تعطیلی مسجد را از او پرسید و پیرمرد گفت وقتی مردم نماز عصر را تمام کردند مساجد را تعطیل کردند. پس مرد در حالت مستی به خانه رفت. دوباره در تلویزیون پیرمردی را پیدا کرد که در مورد نماز صحبت می‌کرد. مرد بسیار تعجب کرد و با خود گفت این چه دعایی است که همه شیوخ از آن صحبت می‌کنند. در کتاب‌ها جستجو می‌کرد و سخنرانی شیوخ را گوش می‌داد تا اینکه عاشق نماز شد. یک عاشق واقعی. ولی متاسفانه هنوز عادت شراب خوردنش را ترک نکرده بود. او به شدت علاقه به نوشیدن شراب داشت. شب بعد به کلوب رفت و طبق معمول مشروب خورد تا اینکه مست شد و از باشگاه خارج شد و سوار تاکسی شد تا به خانه اش برگردد. به در خانه که رسید راننده از او پرسید مستی مرد؟ مرد جوان گفت بله. راننده به او گفت ای مرد چرا مست می شوی؟ آیا می دانی که شراب خوردن از گناهان کبیره و از حرامات است؟ مرد جوان گفت من به الکل معتاد هستم و آن را دوست دارم و نمی توانم از آن پرهیز کنم. راننده به او گفت از خدای متعال بترس که مرگ ناگهانی است و ناگهانی می آید.
مرد جوان با این جمله منقلب شد، شروع به گوش دادن به صحبت‌های راننده کرد و به حرف‌های او توجه کرد. راننده گفت به درگاه خداوند متعال توبه کن، پس برو به خانه، خودت را بشوی، به مسجد برو و به درگاه خدای متعال دعا کن و از او بخوا که گناهانت را ببخشد. این نصیحت من به توست. مرد مست تحت تأثیر حرفای راننده قرار گرفته بود، پس آن جوان وارد خانه شد و برخاست و غسل کرد و وضو گرفت و دعا کرد و برای خدای متعال سجده کرد و او را خواند و گفت پروردگارا، بسیار نافرمانی کردم، پس توبه مرا بپذیر و در حال سجده جان مرا بگیر. جوان تجدید وضو کرد و از خانه خود به مسجد رفت، در حالی که بوی شراب از دهنش بیرون می آمد. مردم و اهالی مسجد وقتی متوجه مست بودن او شدند، خواستن از ورود او به مسجد جلوگیری کنند. ولی مرد جوان به آنها گفت بگذارید نماز بخوانم، بگذارید داخل مسجد شوم. آیا شماها می‌خواهید مانع وصال من و خدایم شوید؟ پس این جوان وارد مسجد شد و خدای متعال را خواند. جوان به نماز جماعت اقتدا کرد و در هنگام سجده به سجده رفت. وقتی نماز جماعت تمام شد، اهالی مسجد متوجه سجده طولانی آن مرد شدند و جوان را هنوز در حال سجده برای خدای تبارک تعالی یافتند. پس گمان کردند مست است و احتمالاً نمی‌داند که دارد چه کار می‌کند. اما شیخ مسجد گفت به خدا قسم او به خدا ایمان آورده، پس خداوند او را باور کرد و توبه‌اش را پذیرفته. او عاقبت به خیر است، رحمت خدا بر او. پس مردم سمت او رفتند که متوجه شدند مرد جوان در همان حالت سجده جان خودش را از دست داده است. خدایا ما را عاقبت به خیر کن و ما را ببخش و از ما درگذر و کردار و گفتار ما را اصلاح کن و حال و عاقبت ما را اصلاح کن و عمل صالح ما را بپذیر و همه گناهان ما را به بزرگی خودت ببخش. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.